سلام. یه ویدیو درست کردیم راجع به رپرهایی که به زندان رفتن. این پارت دوم همون ویدیوه. واقعا نمیدونم چرا حس خوبی به این ویدیوهای چند قسمتی ندارم. اگه ویدیوی اول رو ندیدید حتما برید ببینید. قبل تماشای ادامه ویدیو حتما لایک و ساب کنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. قبل اینکه بریم سراغ رپرها باید بگم که این اشخاص همشون جرمشون رپ نبوده و بعضیا جرمهای دیگه‌ای مثل مواد و این کسچرا داشتن. شماره 10، آرش سرطان. آرش سرطان به گفته خودش 3 بار سابقه زندان داره. 2 بار تو آمریکا و 1 بار تو ایران و هیچ کدوم از زندان رفتناش هم به خاطر رپ نبوده. طبق کسچریجاتی که خودش گفته سری آخر جرمش نیم تون ماری جوانا بوده، ولی خب به نظر میرسه که این حرف گندگوزی بیش نبوده و سرطان فقط یه کارگر بوده اونجا. شماره 9، هیچ کس. تو ویدیوی قبلی خیلی ها پیریود شدن که چرا هیچ کس رو نذاشتیم و معتقد بودن این حرکت ما عمد بوده. این بخش از دوستان میتونن کیل بنده رو بخورن. دستگیر شدن هیچ کس برمیگرده به دوران خفقان در ایران. درست زمانی که قاف دستگیر شد و میشه گفت به خاطر ضبط آهنگ و موزیک ویدیو بدون مجوز رفت تو تا آبخنک بخوره. شماره 8، شاهین نجفی. شاید ناراحت بشید بگید چرا این ملعون رو گذاشتی، ولی خب اگه اینو نمیذاشتیم باید توماج صالحی رو میذاشتیم. دستگیری شاهین نجفی برمیگرده به حدودای سال 84-83 که شاهین نجفی کارای سیاسی میکرد و گوهای ضد انقلابی میخورد. تو همون دوره 2 بار تشریف بردن زندان و سال 84 دید اوضاع داره خیلی کیری میشه، جیم زد رفت آلمان. شماره 7، پارسالیپ. به بخش خنده داره ویدیو رسیدیم. دستگیر شدن پارسالیپ برمیگرده به چند سال پیش. جریانش هم از این قراره که اشتباهی به جای رضا پیشرو اینو دستگیر میکنن. راست یا دروغ بودن این داستان رو نمیدونیم، ولی این چیزیه که خود پارسالیپ گفته. شماره 6، سوگند. دستگیری سوگند مربوط میشه به دوران حضورش در ایران و محل دستگیریش هم جزیره کیش بود. دلیل دستگیریش رو نمیدونیم، ولی طبق گفته های خودش تو مصاحبه تو زندان میفرستنش بخش قاتلا. شماره 5، خشی اسعار. داستان زندان رفتن خشی اسعار رو از زبون پوتک میشنویم. کشی تو کرج، نه تو شیراز، ریدم تو شیراز اینا پارتی برگزار بر پارتی بوده و یه چند روز یه پارتی خفن، پارتی آیدیناموی ایران بوده. فرض کن تو فرودگاه داشته برمیگشت، کشی مونو گرفتن، کچیمونو تصور دستشو بستن بردن تو زندان. زندان رفته، بازداشتگاه نرفته، در این حد کچی رو تو فرودگاه گرفتن به خاطر این پارتی ها. ببین چجوری بوده که چه پارتی بوده که پلیس پیگیر بوده و نه فرودگاه دستشو بستن بردنش تو زندان، بازداشتگاه از زندان. و همسلولیش هم یه نفر بوده که خیلی خفن بوده. بیشتر از این اجازه توضیح ندارم. شماره 4، صادق. داستان زندان رفتن صادق واحدی رو دیگه فکر کنم همه میدونن. داستان از این قراره، موقع رفتن به ارمنستان حسین و صادق رو با گل میگیرن و میفرستن تو. بعد حسین با وثیقه میاد بیرون و صادق همچنان میمونه ادامه آبخونکش رو بخوره. شماره 3، امیر تتلو. تتلو 3-4 باری زندان رفته و آخرین بارش هم تو ترکیه بود که دلیلش رو یادم نیست، ولی احتمالاً جنجالی ترین 6-7 سال پیش تو ایران بود که به خاطر ترویج فحشا و فساد بود که منظور همون آهنگاشه. شماره 2، آرش انورتو. اگه آرش انورتو رو نمیشناسید ویدیوی رپرهای underrated رو ببینید حتماً. آرش انورتو بعد آلبوم سیاسی بهمن یه بلایی سرش آوردن که از صحنه روزگار محو شد. بدبخت بعد برگشتنش اسمش هم عوض کرد. انورتو تو این دوران حتی کلن پستای اینستا و تلگرامش رو پاک کرد. شماره 1، ساسان سونامی. سونامی یکی از رپرهای underrated و همچنین یکی از سیاسی ترین رپرهای ایرانه. سونامی سال 94 بعد از انتشار آلبوم سیاسی بعد از 57 دستگیر شد و به زندان تشریف برد. ساسان سونامی هنوزم داره سیاسی میخونه. خب دوستان، ویدیو تموم شد و احتمالاً دیگه پارت دیگه ای نداره، پس تو کامنت ها نگید محمد آرز هم زندان رفته.
فعلا خدا نگهدار تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.